سرخط خبرها، کشته شدن یک جوان در ولایت غزنی با ضرب چاقو، کشته و زخمی شدن بیش از 20 تن در حمله انتحاری امروز کابل، توافق بر سر تقسیمات 17 وزارتخانه بین رئیس اجرای حکومت و رئیس جمهور کشور و آغاز تلاش ها برای رهایی 15 کارمند اختطاف شده شیرخان بندر. سلام، امروز پنجشنبه ششم ماه قوس سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 27 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. توریال افغان هستم و شما را فرا می خوانم به سرویس خبری دری تا این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جوان در ولایت غزنی به قتل رسید. این رویداد شب گذشته در قریه قلعه‌نو خواجه عمری ولایت غزنی صورت گرفته است. مسئولان امنیتی با تایید این رویداد میگویند که تحقیقات در زمینه آغاز شده است. باشندگان محل میگویند که این جوان متعلم صنف 12 مکتب بوده است و شب گذشته زمانی که از یک مهمانی به سوی منزلش میرفت توسط افراد ناشناس با ضرب چاقو به قتل رسیده است. با گفته این مسئولان امنیتی، دلیل اصلی این قتل روشن نشده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. صدیق حقجو گزارش میداد. حمله انتحاری امروز کابل بیش از 20 کشته و زخمی بر جا گذاشت. حوالی ساعت 9:30 دقیقه پیش از چاشت امروز یک حمله انتحاری در حوزه نهم کابل در مسیر شاهراه کابل جلال آباد رخ داده است. گفته می شود متحرک حامل کارکنان سفارت انگلستان بود، هدف انتحاری این رویداد قرار گرفته است. مقام های امنیتی از کشته شدن 5 تن و از زخم شدن 18 نفر دیگر خبر می دهند. انتحار کننده مواد انفجاری جاسازی شده در یک موترسایکل را در برابر موتر مربوط به سفارت بریتانیا منفجر ساخته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و می گوید که این رویداد از سوی افراد آنان صورت گرفته است. تقسیم بخش بزرگ از کابینه میان دو رهبر و انتظار برای توافق نهایی. گزارش ها می رسانند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد 17 وزارت به توافق رسیدند. منابع نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجرایی می گویند که تنها 9 وزارت باقی مانده است و دو رهبر در مورد 17 وزارت به توافق رسیدند. گفته می شود در تقسیماتی که میان دو طرف صورت گرفته است، 9 وزارت به رئیس جمهور غنی و 8 وزارت به رئیس اجرایی رسیده است. بر بنیاد این گزارش، رئیس جمهور در این جمع وزارت دفاع، ملی و خارجه را به رئیس اجرایی داده و وزارت داخله و مالیه را به خودش گرفته است. همچنان این منابع گفتند که در گزینش ریاست عمومی امنیت ملی هیچ تغییرات نخواهد آمد. این در حال است که 3 ماه ایجاد حکومت جدید می‌گذرد، اما گفته می‌شود اختلاف نظرهای جدی هنوز میان دو رهبر در مورد چگونگی تقسیم وزارتخانه‌ها جریان دارد و تا اکنون به توافق رسیدند. با درازه کشیدن تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی و کنش مردم و شمار از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان را برانگیخته است. پیش از این عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، در گفتگوی با رسانه‌ها از پافشاری رئیس اجرایی برای چگونگی تقسیم قدرت انتقاد کرد، اما روز گذشته آقای عبدالله در پاسخ به این گفته‌ها اشاره کرد که وی در این زمینه فقط با رئیس جمهور طرف است. انتظار می‌رود پیش از برگزاری نشست لندن کابینه جدید افغانستان تشکیل و نامزد وزیران برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان فرستاده شوند، ولی تا اکنون زمان مشخص آن معلوم نیست. تلاش ها برای رهایی 15 کارمند ربوده شده شیرخان بندر آغاز شده است. نیروهای کشفی و امنیتی کندوز تلاش ها را برای و هدف ردیابی و رهایی 15 کارمند تصدی شیرخان بندر که در قید طالبان قرار دارد آغاز نموده است. افراد مسلح این کارمندان را که سوار در موتر کاستر از شیرخان بندر به طرف شهر کندوز می رفتند، دیروز در ساحه 4 سرکه دهشرشین ولایت ربودند. شیرخان بندر یکی از بنادر مهم تجارتی در ولسوالی امام صاحب بوده و در سرحد با تاجیکستان واقع است. مقامات محلی قبلا تعداد آنها را 12 تن خوانده، اما حالا میگویند که شمار آنها به 15 تن میرسد و توسط طالبان مسلح اختطاف گردیدند. امام الدین سرشخی، معاون و سرپرست تصدی شیرخان بندر کندوز، به خبرنگاران گفت که تمام آنها کارمندان دولت بوده و نباید طالبان آنها را اختطاف میکردند.
وای در مورد هویت افراد اختطاف شده معلومات ارائه نکرد و از مسئولان امنیتی خواست که در رهایی آنان کمک کنند و از ربایندگان مطالبه نمود که آنها را رها نمایند. سید سرور حسینی مسئول مطبوعات قماندان امنی کندوز گفت که قرار معلومات این افراد در قید دکتر حسین ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی دشت ارچی بوده و تلاش های نیروهای کشفی و امنیتی به هدف ردیابی و رهایی این افراد آغاز گردیده است. غلام سخی بغلانی والی کندوز گفت که ربایندگان مخالفان مصالح دولت هستند و بزرگان محل تلاش دارند که این کارمندان را از راه گفتگو با ربایندگان رها سازند. تا اکنون مسئولیت را بودن این کارمندان را کسی به دوش نگرفته است. از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاسگزارم. وقت خوش، حالا نگهدار.